به نام خدا. سلام عرض ادب خدمت مهندسین عزیز. دوستان، بزرگترین مشکلی که هنرجوهای عزیز دارن زمانی که رندر گرفتن و میخوان داخل محیط فتوشاپ به رندرشون بک‌گراند آسمون اضافه کنن، رنگ بندی بک‌گراند با رنگ بندی خود حجم فرق میکنه. یعنی نورهای بک‌گراند با نورهایی که روی حجم تابیده شده دو تا چیز متفاوته، در نتیجه کارشون رئال و واقعی نمیشه. برای اینکه این مشکل برطرف بشه، شما حجمتون که با پسوند PNG ذخیره کردید رو داخل محیط فتوشاپ باز میکنید، یک بک‌گراند آسمون هم شما انتخاب میکنید. حالا کافیه حجمتون رو درک کنید و روی بک‌گراند آسمان قرار بدید، بعد اسکیلش کنید. بعد از اینکه اسکیلش رو انجام دادید، دقت کنید نورهای ساختمون شما زرده ولی بک‌گراند شما نور نارنجی پررنگ رو به قرمز داره. پس دو تا رنگ متفاوته و هنوز کار شما واقعی نیست. پس برای اینکه این مشکل حل بشه، روی حجمتون کلیک میکنید، کنترل رو میزنید، پایین فتوشاپ روی این قسمت کلیک میکنید که یه ماسک از حجمتون بسازه. بعدن روی لایه‌تون کلیک میکنید، در قسمت ایمیج ادجاستمنت مچ کلر رو میزنید. خب تو قسمت مچ کلر در قسمت سورس بک‌گراندتون رو انتخاب میکنید. حالا خوب به رنگ‌بندی ساختمونتون نگاه کنید. در قسمت لیر، لایه ساختمونتون که لیر سفت هست و لایه بک‌گراندتون رو انتخاب میکنید، لیر سفت انتخابش میکنید، ببینید اون نور نارنجی غلیظ رو به قرمز رو روی حجم شما الان اعمال کرد. حالا شما اگه فید رو کمی بیشتر کنید یه خورده ملایم‌تر میشه و میتونید به اصطلاح کلرش رو بیشتر کنید و اوکی رو بزنید. چقدر راحت شما تونستین بک‌گراند با حجمتون یک دست کنید. حالا میتونید با براش مشکی اوپاسیتیشو خیلی کم کنید، هولوش 10-11 بذارید. اون قسمت هایی که دوست دارید رو میتونید کمی مشکی رنگ کنید که کارتون طبیعی تر جلوه کنه. دوستان، امیدوارم با دیدن این آموزش مشکل خیلی از عزیزان برطرف شده باشه. هر سوالی داشته باشید در کامنت بپرسید، کامل شما رو راهنمایی میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.